من سه ساله تونستم پاسه آلمان رو بگیرم مهاجرت برای من قمار مرگ و زندگی بود من نسبت به ایران توی کانادا خیلی بیشتر پیشرفت کردم من بعد چهار سال برگشتم ایران این کامنت های متناقض رو من تقریبا توی سی تا ویدیو توی شبکه های اجتماعی درآوردم و اینجام تا تجربه مهاجرتی دانشجویانمو در اختیارتون بذارم سلام مهدی مدرسم مدرس آیلز و این تجربه 15 ساله تدریس آیلتس و, مکالماتی که با دانشجوهام زمانی که تو ایران بودن و زمانی که بعد از سالها دوباره خارج از کشور با من در ارتباط شدن و در اختیار شما بذارم قبل از اینکه تجربه دانشجویان من از زندگی تو ایران و خارج از کشور رو براتون به اشتراک بذارم توجه داشته باشید تو این ویدیو من نگرش های سیاسی و اجتماعی رو اصلا بحث نمی کنم یعنی صرفا روی بحث کار و تحصیل و حالا پول در آوردن اون سمت رو من میخوام براتون به اشتراک بذارم قطعا شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاعات این ویدیو اضافه کنید و تصمیم بهتری بگیرید برای آینده خودتون اطلاعات این ویدیو بچه ها از دانشجوهی میاد که تقریبا از سال 93-94 که خارج از ایران داشتن تحصیل میکردن بنا به دلایلی نیاز به کمک مجدد من داشتن تو آیلتس و با من در ارتباط شدن همین الان خب به خاطر وجود این شبکه های اجتماعی تعداد اینجور عزیزان بالاتر رفته بسیار بالاتر اینقدر که من تصمیم گرفتم یه پادکست های مهاجرتی بسازم با کسایی که رفتن و الان دارن از زندگیشون اونور استفاده میکنن شغل دارن بپرسم ازشون وضعیت چجوریه اما تو این ویدیو میخوام تجربه دانشجویانم و بعد از مثلا پنج سال شش سال که تو مدل های مختلف مهاجرتی رفته بودن کانادا یا استرالیا یا امریکا باتون در میون بذارم اولین نکته ای که همه دانشجوهایی که خارج از ایران زندگی کردن و راضی بودن از زندگیشون به من گفتن بحث مدیریت توقعاتشونه یعنی وقتی وارد کانادا شدن منتظر حالا به اصطلاح فرش قرمز یا زندگی نسبتا راحت یا حتی در حد این چیزی که تو ایران داشتن هم نبودن و این بهشون کمک کرده دووم بیارن تو شرایط مخصوصا چند سال اول که بسیار سخته براشون اکثرا هم از این ناراحت بودن یعنی سختن بخش مهاجرت براشون بعد عاطفیش بود که از خانواده و دوستانشون دور بودن و هیچ وقت به اون معنا دوست خوب رو که توی ایران داشتن اون دوست صمیمی نزدیک رو تجربه نکرد اکثر بچه هایی که با من ارتباط گرفتن برای آیلس مجددشون یا وارد محیط کاری شده بودن که برای ارتقای شغلی احتمالا بهش نیاز داشتن یا اینکه قطعا بیشتر این مدل بوده که میخواستن ادامه تحصیل بدن یعنی با شیش اومده کانادا لیسانس رو گرفته حالا مثلا هفت میخواد فولفان تو فلان رشته برای فوق یا دکترا بخونه و عموما این عزیزان اطلاعاتی که به من میدادن این بود که خب زندگی طبقه متوسط بسیار راحت اتفاق میفته این منو واداشت که برم بپرسم چرا طبقه متوسط توی حالا کانادا یا امریکا یا استرالیا زندگی نسبتا مرفه نسبت به طبقه متوسط توی ایران داره ظاهرا بچه ها حالا این اطلاعات رو شما میتونید تایید کنید با کامنت هایی که زیره می نویسید یا اینکه بگید متفاوت به این دلیل سال 94 95 تقریبا 96 طبقه متوسط خیلی تفاوتی نداشت به نظر من اون چیزی که از بچه ها گرفتم اطلاعاتی که می گرفتم تفاوت آنچنانی نداشت و بحث اقتصادی خیلی پررنگ نبود به معنایی که الانه ولی از سال 96 به بعد به خاطر گرونی دلار و کاهش ارزش پول ملی ما زندگی متوسط اون طرف به ظاهر راحت تر میاد و یه نکته دیگه هم که اتفاق افتاده اینه که سیستم بدهی اون سمت رواج بیشتری داره نسبت به این سمت یعنی چی؟ یعنی بانک ها به کسی که کارمند یه بخشیه چه بخش خصوصی چه بخش دولتی وام میدن اینجا سیستم وام گرفتن یه کچور دردسرای سرای خودشو داره در نتیجه کسایی که به من این اطلاعات رو دادن اینه که کسی که وارد کانادا میشه بعد دو سال میتونه یه خونه اجاره کنه یه ماشین داشته باشه نه به خاطر اینه که حقوق خیلی بالاست و این حقوق زیادم هم آخر ما نه اتفاقا ز... ظاهرا تا ریال آخرش هم خرج میشه و خیلی کم واسه آدم میمونه اگه بمونه ولی چون سیستم بدهی هست میتونن از کردیت یا اعتبارشون برای خرید مایحتاجشون استفاده کنن یعنی عملا شما خرج های رو میتونید جلو جلو انجام بدید چرا چون میتونی از حقوقهای آیندهتون زودتر استفاده کنید به واسطه وامی که از بانک میگیرید اما یه مدل دیگه مهاجرت هم هست که دانشجوهاش با من در ارتباطن اونا که وارد بازار کار میشن یعنی به عنوان مثال اینجا یه مثال زنده بهتون بگم تعمیرکار کولرای ماشین های خارجی و تو بخش مکانیکی توی کشور دیگه وارد کار میشه مثل آلمان بعد از یه مدت زمانی که من با این عزیزان صحبت میکنم چالش های اصلی رو که مطرح میکنن ندونستن بازار اون طرف بچه ها. یعنی کسی که مهاجرت کرده تو همون فاز مکانیکی الان توی کشور دیگه مشغول به فعالیته به من میگه که آقا اگه که من دوباره میخوام مهاجرت کنم اول میام مثلا آلمان میرم توی سنفی که الان هست به عنوان ویزیتور نه به عنوان کارگر تو سنف همین مکانیکی ببینم دارن چیکار میکنن ببینم سرنخ یا رد پول کجاست و کدوم بخش مکانیکی پول بیشتری داره و بحث مالیات رو بسیار جدی جدی میگیرم و ببینم که واقعا میاد یه کشوری میاد چهل درصد درآمد منو به عنوان مالیات شناسایی میکنه میگیره از من خب این یعنی اینکه شما 60 درصد برای خودتی 40 درصد باید برای کسی دیگه ای کار کنی خب اینو ما اصلا تو ایران نداریم و این یکی از محسنات بازار کار تو ایران اونی که رفته کار داره داره کار میکنه کار به دانشجویی ندارم اون بحثی سواست این خودش خیلی مهم و پررنگی برای کسی که میخواد شروع بیزینس یا ادامه بیزینسش رو توی کشور دیگه داشته باشه و یه مدل سوم از مهاجرت بچه ها که بحث لاکچری بودن دیگه اون که شما میرید توی کشور دیگه نه دنبال کار نه دنبال تحصیل بلکه به دنبال کارآفرینی این بخش از مشتری های من یا دانشجویان من عموما عزیزان بودن که درسشون رو اینجا کامل خوندن یه پوزیشن بسیار عالی مالی دارن و دنبال سرمایه گذاری یا گسترش سرمایه گذاریشون توی کشور دیگه هستن بچه ها این بخش یه جورایی نظر شخصی منه لید میده به بقیه بخش یعنی بخش های کاری و بخش های دانشجویی که بیای برید توی کانادا یا توی امریکا سرمایه گذاری کنید یا توی استرالیا سرمایه گذاری کنید یعنی برید اونجا درس بخونید کار کنید لزوما این درست نیست کسی که پول داره و میخواد بیزینسش رو ادامه بده این سه تا کشور رو انتخاب میکنه من به خاطر اینکه میان و بعد از چند سال اونجا بودن یا بلافاصله پس از ورود بهتون پیار میدن یا پرمننت رزیدنسی میدن یعنی بهتون میگن شما شهروند کانادا شدی بیا اینم پاس کانادایی حالا یا بلا فاصله یا پس از یه مدت زمانی میدن اینی که شما دانشجویی دلیل نیست که پس منم باید این مدلی مهاجرت کنم پس منم حتما باید برم کانادا لزومن لید شدن بخش تجاری یا بیزینسی برای دانشجویی کار درستی نیست خیلی از دانشگاه هستن تو همین ایران خودمون که بهترین اطلاعات رو در اختیار شما میدن تو یه رشته خاص به عنوان مثال نفت خب اینجا میتونید از همین استفاده کنید و بازار کار مناسبی هم داره دلیلی بر مهاجرت نیست یا اینکه شما میخوای رشته های فنی مهندسی رو به صورت جدی بخونی یا رشته های روباتیک رو بخونید خب قطعا به نظر من ژاپن یکی از گزینه های بسیار برجسته و بارز تو این بخش ولی خب به خاطر اینکه شما بعدا نمیتونید اونجا بیزینس به معنی اینکه پاس ژاپنی بگیرید و شرکت بزنید و اینا کسی نمیره این بخش از عزیزان عموما آیلتس نمره پایینی میخوان چون پول خوبی دارن و یعنی اونجا میرن سرمایه گذاری میکنن بازار کار ایجاد میکنن برای حالا هر کشور سانی دومی دو که دارن میرن و این یه سبک دیگه از مهاجرته پس اگه قرار بر مهاجرت دارید حالا این کلاف سردرگمه براتون از این سزاویه بهش نگاه کنید من میخوام برم ادامه تحصیل خب خیلی گسترده میشه هر دانشگاهی که مورد تایید وزارت علوم باشه برای شما به عنوان مقصد خوب میتونه باشه حالا اگه کشورش هم بازار کار خوبی داشته باشه که چه بهتر

دومیش دو بحث کاریه که خب ریزه کاری های خاص خودش رو داره باید حتما بهش نگاه کنید قطعا بچه که برای این کار میخوام برن اگه داریدم پولش رو قطعا چون کار کردید اینجا پول تو جیبتون هست میخواید برید جای دیگه, دیگه کار کنید برای درآمد بیشتر برید چک کنید قطعا های درآمدتون بیشتر خواهد شد یا نه اینو حتما ببینید یا حداقل از کسایی که توی این بیزینس هستن بپرسید اگه شما تجربه مهاجرتی دارید خواهشان پایین این ویدیو بنویسید که بچه ها ازش استفاده کنند و ما بتونیم به هم کمک کنیم و مدل سوم هم که دارندگی و برازندگی دیگه من چی بگم خیلی ممنون سپاسگزارم که آیلتس مدرس رو تا اینجا فالو دارید و ایام بکنم